خب ما شنیدیم که سکوت سکوت کردن خیلی خوبه، اما بیشتر سکوت سکوتی ذهن خیلی خوبه، ذهن آدم آروم باشه، در آرامش. سرصداهای ذهنی خوب نیست، ویزویزهای ذهنی اصلا خوب نیست، اما سکوت کم حرفی اصلا خوب نیست. کم حرف نباشیم، به خاطر که از کم حرفی خیلی مشکلات ها به وجود میاد. یعنی باور کن که ناراحتی ها هستیش، بعضی ها نمیتونه حرفش بیان کنه، حالا چی زن شوهر، چی هر ارتباطی با فرزند، با دوست رفیق، خیلی ناراحتی ها پیش میاد. او اینا چی دیگه، خلاصه یعنی وقتی ما کم حرف باشیم بیانات ما ضعیف‌تر میشه. یعنی ما نمیتونیم چیزایی که در درون ما هست اینا رو آشکار کنیم، اون احساسایی که داریم اینها رو با دوست رفیق، با هر کسی. خب وقتی که نتونیم اونها رو آشکار کنیم، یک دلبدگی، ناراحتی پیش میاد. ما باید حرف بزنیم هر لحظه، که البته در این مورد زنها بیشتر راحت تره، زنها بیشتر به دلش نگه نمیداره، حرف ها رو سعی میکنه حرف بزنه، این خیلی خوبه، خوبی ها رو تحسین میکنه. مثلا باید اینجوری باشیم، بدی ها رو بگیم، اما بهتر اینه که خوبی ها رو بیشتر تحسین کنیم، بیشتر اونو برجسته کنیم، بزرگش کنیم، بدی ها رو نبینیم یا کمتر ببینیم. به هر حال این صحبت کردن، این ابراز کردن احساسات، اینها سرآغاز بهبود روابطه. هر جور ارتباطات آدم با دوست رفیق، با پدر مادر، با هر کسی، این خودش یک شفا هست، این خودش عشقه، این خودش یک شروعی خوب هستش. خفه کردن، حرفایی که در دل داری اون نگه داری. حالا درسته بعضی حرفای آدم هیچ وقت نباید بیان کرد، هیچ وقت با هیچ کسی، چون که اون یعنی بیفایده است. اما یک سری چیزها هستش که واقعا با گفتنش دلت خالی میشه، یعنی ممکنه یک راه حل پیدا میشه، یک دلیل خیلی خوبه. اگر بلکه یک کسی قهر کرده، دلیل چرا نمیدونسته، فکر میکرده به خاطر این قهر کرده، ولی در صورتی که چیز دیگه بوده. خیلی پیش هم ناراحت یا پیش میاد از این چیزا هستش. سبکو این سنجابا را یک دفعه نشون بدم، او رفت طرف سبکو جو شد، نه دیگه نیستش. خب پس ما حواس ما باشه که اون حرفایی که در دل داریم اینا رو نگذاریم برای روزی مبادا، چون ما روزی مبادایی نداریم. ما زندگی در لحظه رو باید باور داشته باشیم. همین الان خوب زندگی کن، کیف کن، حال کن، شاد باش، بهترین زندگی رو همین الان داشته باش. با کی؟ با شوهرت، با زنت، با بچه‌هات، با پدرت، با مادرت، با دوست رفیقت، با هر کسی. نگذار برای آینده، آینده ای نیست، گذشته ای نیست، همه چیز در لحظه است، تمام شد. ما از امی الان ما با گذشته فاصله، ما فاصلهش خیلی کمه، با آینده هم خیلی کمه. ما به نظر ما میرسه که خیلی فرق داره، خیلی گذشته های دور خیلی دور بوده، خیلی سالها پیش بوده. نه نه نه، اصلا برای عمر کائنات همش یک لحظه، همش اصلا. خیلی خنده داره که اگر ما بگیم که یک کسی که
صد سال پیش به دنیا آمده یا صد سال پیش مرده با کسی که الان میمیره دوتایش یک زمان. این در برای ما ها که شرطی شدیم خیلی فاصله داره، نه اینقدر اینا هیچ فاصله ای نداره اینقدر. الان تو فکرشو بکن، ما الان 1402 هم. تو فکر کن الان 1499 کسی ممکنه، کسایی که الان زنده هست اینا دیگه زنده هم نیست. وای خدا، چرا ما حرف ها را به دل بگیریم؟ چرا مثلا ما شاد نباشیم؟ چرا عشق نکنیم؟ چرا همدیگر را دوست نداشته باشیم؟ همه همدیگر را دوست داشته باشن، شاد باشه، خوشحال باشه، لذت ببر از زندگیش، کیف کنه، سخت نگیره زندگی را. چرا متحد نباشه؟ چرا عشق پراگنی نکنه تا بتونه همه این دنیا را زیباتر کنه برای زندگی کردن؟ چرا همه کمک نکنیم که این دست به دست هم دیگه بدیم؟ اوه دیگه چه خبره دیگه؟ اوه تراکتور شروع شد دیگه، ولی چه این سرصدا زیاده دوستان. لایک سابسکرایب هم بکنید، ممنون. اگر سوال داشتین کامنت کنین، از ما بپرسین، یا اینستاگرام هم بیاین به اسم داود منصوری، اونجا سرچ کنین به فارسی به انگلیسی، اونجا دایرکت در مورد توسعه فردی بپرسین، من در خدمت هستم. خیلی خوشحال میشم که کمک کنم. به هر حال خودمم در حال رشد کردنم، میخوام رشد کنم. فقط دنبال هر چیز نیستم، فقط میخوام رشد کنم خودم و به رشد دیگرها کمک کنم. شادی در یک صورت به دست میاد، رشد کن به رشد دیگرها کمک کن، این یعنی عشق، یعنی لذت و حال خوب. ممنون، فعلا خداحافظ.